سلام عزیزای دلم، حالتون چطوره؟ سلامتین؟ بچه ها، ما دوباره اومدیم با یه داستان جدید و متفاوت. اسم داستان امروز ما روشنک و سیاهیه. پس خوب و با دقت به داستان گوش بدید. یکی بود، یکی نبود. غیر از خدای مهربون، هیچ کس نبود. پشت کوههای بلند، کنار یک جنگل سبز، دهکده ی قشنگی بود که مردم اون دهکده در کنار هم شاد و خوشحال زندگی می کردن. اونا همیشه هوای همدیگر رو داشتن، به بزرگتر رو کمک می کردن و از حال همدیگه با خبر بودن. به به، سلام آقای خندانزاده، صبحتون بخیر. سلام جانم، روز خوبی داشته باشی. خدای شکرت. دختر قشنگم مراقب باش، اینجوری که داری میدوی نخوری زمین. ممنونم خانم امیدوار، حتما. بیشتر مردم این دهکده کشاورز بودن و به همدیگه برای برداشتن محصول کمک میکردن. توی این دهکده ی همدل و شاد، دخترکی به اسم روشنک همراه با پدر بزرگش زندگی می کرد. پدر بزرگ روشنک هم مثل بقیه مردم کشاورز بود. روشنک همیشه به حرف پدر بزرگش گوش می داد و توی کشاورزی به پدر بزرگش کمک می کرد. وقتایی هم که کارش تموم می شد، می رفت و با دوستش نورا بازی می کرد. همه چیز خوب و عالی پیش می رفت تا اینکه یک روز پدر بزرگ روشنک متوجه شد که خشکسالی محصولاتش رو خراب کرده. خدایا، محصولات همه خشک شده. ای داده بیران، حالا چی کار کنم؟ باید برم از بقیه کمک بگیرم. آره، کمک. پدر بزرگ رفت توی دهکده تا از بقیه مردم کمک بگیره، اما همه مردم توی میدون دهکده جمع شده بودن و در حال بحث بودن. میگم که این قدوم جماعت میگم که شما هم این محصولاتتون خراب شده. بله، زنجیر منو بافتی. بله، پشت نه یعنی میگم آخ پشتم. پس خدا آخر عاقبت ما رو بخیر کنه. به نظرم بیان تا محصولات ذخیره شده رو بین هم تقسیم کنیم. پس با این که محصولمون از بین رفته چی؟ ما باید چه کار کنیم؟ من ذخیرم رو نگه داشتم تا بتونم توی دهکده بفروشم و با پولش اسب بخرم. ای بابا، من بله بچه ها، خشکسالی رفته رفته باعث شد مردم طاقتشون رو از دست بدن و نگران پشت سر گذاشتن زمستون باشن، و همین نگرانی ها باعث شده بود که دهکده دیگه اون صفا و صمیمیت قبل رو نداشته باشه. چرا مردم اینطوری شدن؟ اونا نگرانی زمستونن، ولی نباید بدون هم بیفتن. دلم واسه اون خوشحالی و نشاطشون تنگ شده نورا. حالا باید چی کار کنی؟ نمیدونم، فقط امیدوارم خیلی زود همه چیز به حالت اول برگرده. روزها به همین شکل گذشت و مردم نشاط و همدلیشون رو از دست داده بودن، تا اینکه روشنک بیا بیرون. بادو بیا این پرنده های سیاهو ببین. خدای من، این همه پرنده از کجا اومده؟ یه بوده کنار ببینم
چی شده؟ اوخ ای داد بی داد، اینا چی هم دیگه؟ این اوخی سکرم عجب پرنده های زیشتی. خدا اونا با خودشون تاریکی و ناامیدی آوردن. دهن دونم درد میکنه. نگاه کنین اونا نمیتونن بالای یه سری از پشت بوما برن. وای خدا جون، نگاه کنین، هر پرنده سیاه که روی اونا هم میره سفید میشن و شروع میکنن به جنگیدن با اون پرنده های سیاه. باید به اهالی دهکده بگیم که دوباره همدل و متحد بشن تا این پرنده های سیاه از این دهکده فرار کنن. نورا، باید بریم و اینو به بقیه بگیم. بله بچه ها، نورا و روشنک رفتن تا به مردم بگن که چطوری میشه پرنده های سیاه رو شکست داد. دهکده پر از پرنده های سیاه بود و نمیذاشتن نوری به دهکده برسه. روشنک رفت وسط میدون دهکده و فریاد زد: آهای مردم دهکده، گوش کنین، اگه میخواین از این پرنده های سیاه خلاص بشین باید دوباره با هم همدل و متحد بشین. ما قدرت مقابله با این پرنده ها رو نداریم، اونا تعدادشون خیلی زیاده. ما مجبوریم به حضور اونا عادت کنیم. ای پرنده های سیاه، به ما رحم کنین. اگه میخواین نجات پیدا کنین به حرف روشنک گوش بدین. ببینین اون خونه های نورانی رو، اونا همه با هم همراه و همدلن. از اینجا بریم، شما دارین پرنده ها رو عصبانی میکنین. یه عده از مردم قبول کردن و با روشنک همراه شدن، اما یه عده قبول نکردن و به حرف روشنک گوش ندادن. روشنک در کنار مردمی که با هم همراه شده بودن گفت: ما دست از جنگیدن بر نمی داریم، اینقدر کنار هم میمونیم تا بتونیم همه این پرنده های سیاه رو دور کنیم. بالاخره روشنایی پیروز میشه. آره ما جنگیم. بله بچه های مهربون، روشنک و نورا و پدر بزرگ خیلی سریع شروع کردن به اطلاع دادن به مردم. مردم هم وقتی دیدن دهکده در شرایط خطرناکی قرار گرفته، چاره ای جز پذیرفتن حرف پدر بزرگ نداشتن. همه تصمیم گرفتن که به حرفای پدر بزرگ و روشنک گوش بدن. پس شروع کردن به جبران خطاهای گذشتشون. البته بچه ها، بعضی از مردم دهکده به اون پرنده های سیاه عادت کرده بودن و تلاشی برای از بین بردن رفتار بدشون نمی کردن. اما مردم خوب دهکده همچنان سعی می کردن که کارای خوب بکنن تا پرنده های سفید اون پرنده های سیاه رو از بین ببرن. کسایی که محصولاشون رو قایم کرده بودن همه اون محصولا رو بین مردم تقسیم کردن و غذاهاشون رو با هم شریک شدن تا این خشکسالی رو پشت سر بذارن. هرچند که خشکسالی خیلی زود به پایان رسید. کسایی که به هم دیگه بی احترامی کرده بودن از هم عذرخواهی کردن و کم کم متوجه شدن که تعداد پرنده های سیاه کم و کمتر میشه. اونقدر کم که ماه درخشان و زیبا دوباره توی آسمون دهکده می درخشید. خب دیگه بچه ها جونم، ایشالله که از داستان ما یعنی لذت برده باشید. خب وقت لالا کردنه. روشنه که بابام الان تخت گرفته خوابیده، من برم برش بیدارشی که لالایی بکنم بخواب. لالا 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 نمیبی رحمت موسیقی بله.